بشم هشم در پاراشای این هفته پاراشای خوکت میبینیم در مورد یک پدیدهی صحبت میکنه به نام پارا ادوما گاو قرمز رنگ، که این گاو قرمز رنگ در واقع یک نتایج معکوسی داشت که متحر تمهیم اشخاص ناپاک رو پاک میکرد، اما در آن واحد متمه تهوریم اشخاص پاک رو ناپاک میکرد. اون کسی که تامه شده بود، ناپاک شده بود، موقعی که اون آب روش میپاشید پاک میشد، اما اون کسی که آب رو میپاشید خودش با اینکه طاهر بود پاک بود ناپاک میشد. اینجا حخامی درس بزرگی ما یاد میدن که انسان باید مواظب باشه موقعی که داره دیگری رو پاک میکنه خودش ناپاک نشه، موقعی که داره برای دیگران قدم و نصیحت مثبتی رو جلوشون میگذاره خودش منحرف نشه. در نتیجه در پاسخ کلیرلی میگه هوخیه توخیه تمیتخا، سرزنش کردن، نصیحت کردن، نصیحت کن برادرت را، دوستت را، ولو تسال اف حد، اما به شرط این که به خاطر اون گناهکار نشید. منظور یعنی چی؟ یعنی اگر انسان طریقه صحیح نصیحت نکنه داره اون رو نصیحت میکنه، اما خودش داره یک گناهی رو مرتکب میشه. و اون چه گناهی؟ خجالت دادن دیگران، حلبانت پنیم. و اینو بارها روش بحث کردیم که در گمارا میگه همونطور که میسواس، که آدم کسی که گوش شنوا داره نصیحتش بکنه، همینطور هم میسواس کسی که گوش شنوا نداره رو آدم نصیحت نکنه، چون همین نصیحت کردن جنبه لجاجت میگیره و اون موقع امکان داره که تو اون کارش بیشتر منحرف بشه و یا به سرازیری بیاد. به همین دلیل نصیحت کردن تنها شرط اول نیست، بلکه طریقه نصیحت کردن که چطور شخص بتونه دیگران رو نصیحت بکنه اونم شرطه. یک نکته دیگه که در پاراشا میبینیم از شرایط پارا ادوما چی بود، که میبایست بود یک کاملیتی داشت این گاو قرمز رنگ. از چه نظر؟ از نظر رنگ قرمزی میبایست بود کامل باشه، یک نخ سفید هم درش نباشه، کاملا قرمز. اما یک شرط دیگه چی بود؟ اشر این باهمون اشلو آلا آلها اول، میبایست بود هیچ عیب فیزیکی نداشته باشه، سالم باشه. و سوم این که میبایست بود که هیچ یوقی بردگی برش قرار نگرفته باشه. حامیم توضیح میدن که همین سه شرط رو انسان میتونه برای خودش قائل بشه. چه موقعی ما میتونیم واقعا دیگران رو نصیحت بکنیم، دیگران رو پاک بکنیم مثل این گاو قرمز رنگ پارا ادوما؟ که ما همین سه تا شرط رو داشته باشیم. و این سه تا شرط چیه؟ یک، از نظر اخلاقی، یعنی رنگمون از نظر اخلاقی عیبی نداشته باشیم، کامل باشیم. اگر خودمونم از نظر اخلاقی ریگی تو کفشمونه چطور میخواییم دیگران رو نصیحت بکنیم؟ دو، از نظر اعمالمون، که میشه عیب اعمال فیزیکی، اعمالمون، رفتارمون کامل باشه، که اون در پنهانیه، که فقط خودمون میدونیم که آیا واقعا ما خودمون در پنهانی چه رفتاری داریم. میگه اونم شخص شرط دومه. در گمارا یک شخصی فوت میکنه و یک راوی میاد در موردش چقدر تعریف میکنه در تشییع جنازه‌اش. یک راو دیگه صداش میکنه میگه ببینم تو که این رو اینقدر تعریف کردی و صدیق اون رو خوندی، آیا هیچ موقع تا حالا در جای پنهانی باش بودی؟ از کجا میدونین که این واقعا رفتارش، کردارش، طرز فکرش در جای پنهانی چیه؟ تو که تا حالا باش نبودی، پس هیچ موقع کسی تا این حد کردیت و امتیاز نده. همینطور هم انسان از نظر فیزیکی، از نظر رفتار خودش میدونه که در پنهانی چه رفتاری داره.
آیا در جایی که هیچ کسی نمیشناستش زودی از همه ماشینا سبقت میگیره، ترمز میگیره، جلو همه میپیچه؟ رفتار انسان خود ما میدونیم، پنهانی چه رفتاری داریم. اما سومینش چی؟ سومین شرط که انسان رو مجاز میکنه که به دیگران نصیحت بکنه این که ولو آلا آلاب اول، این که انسان برده و بندگی کسی دیگه رو به غیر از هشم نداشته باشه، که واقعا نصیحتی که میکنه لشم شامعین باشه، نه به خاطر اینکه خودنمایی بکنه، نه به خاطر اینکه جلب توجهی بکنه، نه به خاطر اینکه ابراز وجودی بکنه، نه برای اینکه کسر شأنی باعث بشه برای طرف دیگری، صرفا لولو آلا آلا بول، بندگی و بردگی هیچ کسی دیگه بریوغش نباشه، لشم شامعیم، واقعا روی دلسوزی داره این نصیحت رو میکنه. به همین دلیل همونطور که گاو قرمز رنگ که اصلا از خود هیچ اراده‌ای نداره، هنوز خداوند گفته این میتونه باعث طهارت انسان‌ها باشه، هاماچ مورس و ما انسان‌ها که میبایست واقعا از اون اراده خودمون کمک بگیریم و این سه تا شرط کاملیت و پاکی رو داشته باشیم که موقعی که بخوایم به دیگران نصیحت بکنیم باعث پاکی دیگران بشیم. اما شرط چهارم که is unbelievable، هر کس نمیتونه اون شرط رو داشته باشه، چیه؟ گاو قرمز رنگ از نظر بدنی کامل، هیچ یوقی هم برش قرار نگرفته، فقط موقعی که میسوزوندنش از گردش میتونستن با آب اون شخص رو پاک بکنن، نه در هنگام حیاتش، جنب و جوشش. کسی که حاضره که از خودش مایه بذاره، از آبروی خودش مایه بذاره، از زندگی خودش مایه بذاره، صرف نظر کنه، مثل سکریفایز قربانی کنه راحتیش و آبروش و یا هر چیزی برای نصیحت دیگران، مثل اون گاو قرمز رنگ، اون موقع است که واقعا این چهار تا شرط کمک میکنه، ایجاب میکنه که انسان به دیگران نصیحت بکنه. اما اگر نمیخوایم از خودمون مایه بذاریم، نمیخوایم اون پاکی خودمون رو واقعا بهتر بکنیم، اگر لشم شامعیم نیست، اگر هیچ کدوم از این شرط ها رو نداره، بالاخره ما هم در پنهانی عملی ازمون سر میزنه، دیگه هیچ نوع جای نصیحت دیگران برای ما باقی نمونده. در حتی زنی که به شوهرش خیانت میکرد، کاملا خیانت میکرد، که بر شوهر خودش آسور بود، زنی که بر شوهر خودش خیانت بکنه بر شوهرش آسور میشه، آگاهن، نه اینکه بهش تجاوز بشه، با آگاهی، با دل بخواه میره خیانت میکنه. میگه اگر این زن حتی میومد در محضر کهن گادول در بیت المقدس، آبی که نام هشم درش مخلوط شده بود بهش میدادن میخورد، اگر خود اون مرده ریگی تو کفشش بود، این آب اصلا ابدا هیچ تأثیر رو اون زن نمیذاشت. به همین دلیل اول انسان خودش باید کاملا مکشور کنه که بتونه سکرین کنه خودشو، اول خودشو از این صافی عبور بده که هیچ ناخالصی نداره، بعد اون موقع میتونه جرأت به خودش بده، اجازه به خودش بده که بخواد دیگران رو نصیحت بکنه. یک رابی بود که برای یک شبات نمیاد کنیسا، جای دعوت بود، به هر دلیلی گبای کنیسا یا شماش کنیسا شروع میکنه اون شبات به جای اون سخنرانی کردن و این مردم رو نصیحت کردن، آقای اگه این کارو بکنید اینجوری میشید، آقای دیگه از این کار دست بردارید، فلان بیسار. بعد از که هارا برمیگرده میگه فهمیدم شبات خیلی سخنرانی آتشینی دادی. گواره دیگه هر چیزی که عیبی که اینا داشتن رو من دیگه به روش نمودم که دیگه انجام ندن. گفت اجزه بده، آیا تو فکر میکنی خود من نمیتونستم تو سخنرانی و هفته های سالهای قبل این کارو بکنم؟ میگو فرق بین
زن خونه با گربه خونه فرقشون چیه؟ که هر دو از موش بیزارن. هم زن خونه نمیخواد موش تو خونه باشه و نه گربه. اما با یه فرق، و اون چیه؟ زن خونه اصلا نمیخواد که موش بیاد تو خونه که بخواد بگیرتش، اما گربه منتظره کی میشه که موشه بیاد تا بگیرتش. بعضی موقع اشخاص منتظرن که کسی یه اشکاری از سر بزن تا زودی بیان خودشون رو نشون بدن آقا این کار نکن، کار نکن، در حالی که راو کنیسا یا جامعه اصلا راضی نیست که هیچ موقعیت اشتباهی تو جامعه پیش بیاد که این بخواد بگه آقایون این موضوع اشتباه یا این نصیحت رو بخواد بشون بده. در اینجا پارا ادوما به ما یاد میده که اگر انسان حاضر به اون مرحله آخر سکریفایز سوختن، سکریفایز جان نثاری و فداکاری، اون موقع است که بله میتونه به دیگران نصیحت بده. با این داستان دیگه هم خاتمه میدم که ربی میر بلهنس در گمارا میگه هر شب شبات دور تورا میگو همه میشستن از جمله یک خانومی و هر شب شبات شوهرش چشم انتظارش رو چی شد؟ چرا بازم 10 دقیقه دیر اومدی؟ نیم ساعت دیر اومدی؟ تا اینکه یک شب شبات موقع که این خانوم میاد سخنرانی هاراب دیگه خیلی گرم و پربحث شده بوده و این یک ذره دیرتر از معمول میاد. شوهرش دیگه در روش بازه میکنه میگه تا نری دوتا توف تو صورته چشم هاراب نکنی که تو رو تا این ساعت بیرون گرداندشته راد نمیدم خونه. این خانم میاد کنیسا، چشمای گریون، ناراحت، هیچ جای دیگه نداشته بره. رابی میر در کنیسا بوده هنوز، از روی روحکودش میفهمه، صدا میکنه این خانم، میگه چه به موقع اومدی؟ من الان چند روزه که ناراحتی چشم دارم و دکترها گفتن که بعد آب دهن یه توف تو چشم تو ریخته بشه که این شستشو بده تمیز بشه، اگه امکان داره تو حاضر این کارو بکنی؟ میگه حسبش حالا من، میگه این برای درمان منه. توف میکنه اصلا I feel better، الان دارم بهتر میشم. یک بار دیگه تا 5 بار این میگه که این توف کن تو چشم. بعد از اینکه خاتمه پیدا میکنه بهش میگه برو به شوهرت بگو تو گفتی یه توف بکنم من تو صورتش، من 5 تا توف کردم. کسی که حاضره که از خودش سکریفایز بکنه اونه که واقعا میتونه دیگران رو نصیحت بکنه، اما کسی که نمیخواد از خودش مایه بذاره، هیچ فداکاری جانساری بکنه، اون موقع است که انسان خودش اول وزیر سوال بره آیا من لیاقت نصیحت کردن دیگران رو دارم یا نه. و همین دلیل فکر نکنیم که فردا روز یقمون رو میگیرن که آقا چرا فلانی رو نصیحت نکردی. هزاران دلیل موجه هر کسی میتونه بیاره که چرا من دیگران نصیحت نکردم، به دلیل اینکه واقعا من واجد شرایط نبودم، به خاطر اینکه no one is perfect، هیچ کسی کامل نیست. و قبل از اینکه ما دستمون رو اشاره بکنیم انگشتمون رو به دیگری، 3 تا انگشت دیگه‌اش به خودمون داره اشاره میکنه. و همین دلیل موقعی که انسان با این دیدگاه به دیگران نگاه بکنه و به خودش، مطمئناً هم باعث پاکی خودش میشه و هم باعث پاکی دیگران. به ذات شم که به اون درجه برسه.